دوباره خوش آمدین برنامه صبح و زندگی است. با شما هستیم و همراه باشین. مهمان گرامی هم داریم، البته از طریق خط اسکایپ، مریم زاهد از کشور استرالیا. شما و مهمان گرامی ما با رویا جان نادری. بله، بانو مریم زاهد، رئیس و بنیانگذار جنبش زنان افغان مقیم استرالیا، همین لحظه از طریق اسکایپ وصل شدن از کشور استرالیا و میخواین صحبت خوبشان را در ارتباط به فعالیت های مدنی که داشتن همراه ما شریک بسازن. بانو زاهد، سلام بر شما برسه، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام بر شما خانم رویا نادری و همچنان بر دوستایی که ما را از طریق برنامه پروگرام صبح زندگی میبینند. سلامت را ما تقدیم همه شما. شما زنده و سلامت باشین. تشکر از حضور شما هم به برنامه صبح و زندگی و از اینکه شما به عنوان یک افغان به فکر افغانای خودتان هستین، حتی اگر در کشور بیگانه هم هستین و برای زنان افغان مقیم استرالیا هم فعالیت‌هایی را انجام میدین. واقعا افتخار ما هستین. بیاین در نخست کلا در ارتباط با فعالیت‌هایی که داشتین به عنوان رئیس و بنیانگذار جنبش زنان افغان مقیم استرالیا، فعالیت‌های مدنی‌تان کلا بر ما تعریف کنین که چه فعالیت‌هایی را شما انجام دادین. تشکر خانم رویا. البته خواستم که در قدم اول عرض تسلیت کنم برای خانواده های شهدایی که دیروز در حادثه که رخ داد فرزندای خود و دوستای خود و عزیزای خود دست دادن. ما برشان تسلیت عرض می کنیم و واقعا جگرخون شدیم و با بازماندگانشان صبر جمیل می خواهیم. واقعا که وقتی که می نیمسیم و شنیدیم داستالیا دینش و فتر، بسیار دوستای ما که البته چون خبر بودن در این پروگرام می آیم، اونا همهشان عرض تسلیت کردن برای فامیلای بازماندگان شهیدان. و جای تاسف است که ما داریم در باره سال صحبت می کنیم و در باره فعالیت هایی که ما بتانیم بیاد فضای آرام و خوب بر مملکت خود چی در داخل کشور چی در بیرون کشور ایجاد کنیم، اما ما قربانی سال شده میریم. دیگه خدا کند که به زودی یک سال آرامی در کشور ما بیاید و ما بتانیم خوبتر و بهتر در این باره زیادتر صحبت کنیم که ما چی کرده می تانیم که الگوی خوب باشیم از برای که از خارج از کشورم باشیم. انشالله سلامت باشین. انشالله که سال آرامی بیای به کشور ما هم بتانیم راحت و آرام در کشور ما زندگی کنیم. و تشکر از شما هم که از این راه دور غم شریکی داریم با هموطنانتان. بین در ارتباط و فعالیت‌هایتان و از اینکه چند سال میشه شما در استرالیا هستین، صحبت‌هایتان را آغاز کنید. بانو مریم. تشکر روی جان. ما تقریبا 27 سال میشه که از افغانستان بیرون هستم و نهادی که ما در استرالیا البته به کمک دوستایی که مثلا رضاکار هستن همراه ما کمک میکنن که ایجاد کردیم که به نام جنبش زنان افغان و به انگلیسی میشه افغان وومن آن دی موو، ما ایرا سرران داختیم و تاسیس این نهادی است که برای بسیج سازی زنان افغان مقیم استرالیا و ایجاد برنامه های فرهنگی اجتماعی و آگاهی عام برای مردم ما در کل از طریق همی پلتفرم انجام یافته و همچنان برای موفقیت‌گیری و موقعیت‌گیری افغان‌ها و به خاطر منافع ملی کشور خود ما به خصوص نقش زنان در پروسه صلح ما میشه کوشش کردیم که در این قسمت بسیار زیاد فعال باشیم و بتونیم که آواز خوب و برجسته داشته باشیم. سامی پلتفرم ما می جنبش کست البته از این میشه و های کار گرفته و می تانیستیم تمرای افغانای خود هم در استرالیا و هم خارج از استرالیا به تماس باشیم. کمپاین رو شما ایجاد کرده بودیم به نام کمپاین چای چلنج در سال گذشته و امسال به مناسبت ماه مبارک رمضان و قرنطینه، میشه در ارتباط به این کمپاینتان و ای که این نام چگونه انتخاب کردین کمی صحبتتون رو شریک بسازین؟ بانو زاهد. درست، تشکر جان. ما البته با امی تیمی که ما در استرالیا داریم، در پارسال وقتی کمی کووید آمد و کلگی در خانه کورنتین شده و بسیار کسا از کارها و مثلا فعالیت‌های خود گوشه موندن و وقتی که ما در افغانستان از مشکلات افغانای خود خبر شدیم که امید کووید حتی وقتی در کشورهایی که ما به قدر سهولت‌های زیاد داریم ما قدر مثلا مشکلات تحمل کردیم یا دیدیم، بسیار زیاد به ما رنج‌آور بود که دیدیم که در افغانستان از ما زیادتر مشکلات خلبت زیاد است و زیادتر شده بود.
و دیگر گفته گانه دیگر چاره نبود به جز از اینکه ما بتانیم که یک پروژه را برای اول پرتیم کم بتانیم که یک به تماس شویم امرای افغانای خود در دنیا و همچنان بتانیم بر افغانستان کمک کنیم و به می فکر افتادم که اگر بتانیم امی چای چون افغان ها زیاد چای میخوره خود ما زیاد چای خور هستیم گفتیم که اگر بتانیم امی چای به نام وطن چای به یاد وطن اگر میره یک کمپین جور کنیم شاید تمی بتانه که جلب توجه افغانای ما را جذب و خوشبختانه که تانیستیم که دمی قسمت جلب توجه یابانای خود در سر و سر جهان جلب جذب کنیم و کلگی تانیستن که توستوان کمک کنن و بمکاری دوست خوب ما در افغانستان کسمشان هستن آقای مبین اماق اونا به طریق دفتر خود تانیستن تقریبا 700 فامیل ما در افغانستان در وقت کووید کمک کنیم و به دنبال از او تانیستیم که مثال هم همچنان دمای مبارک رمضان تا بال فامیلایی که بی‌بضاعت هستن اونا رو همچنان از این طریق کمپاین چای چلنج و چای به یاد وطن دوست ها بسیار زیاد دوست دارن این کمپاین و بسیار نیت خوب ما تانیستیم که فامیلا رو زیاد کمک کنیم خصوصا خانما و اطفال که اونا خانمایی که بی سرپرسته که مثلا فامیلشون مرد ندارن در فامیل خود و یکی کار ندارن و یکی مشکلات اقتصادیشون خیلی خراب هسته و یا اطفالی که در پرورشگاه هستن و اطفالی که در روی سرک هستن اینا را تانیستیم که ما کمک کنیم فکر میکنیم بچه تعداد فامیلای تانستین در افغانستان به فامیلا کمک کنین آمارش اگر بتانین همراه ما شریک بسازین متوجه سوال نشم چند فامیل بله چند فامیل از هانستین با این کمپاینی که شما انجام دادین برنامه چای چلنج در افغانستان کمک کنین تقریبا 700 فامیل تانیستین که کمک کنیم از این طریق هم مادی و همچنان امراشان به تماس بودیم از این که بتانیم امراش نمیشه از اولشان خبر باشیم و دوستای ما که جای کمره ما همکاری میکنن اونا تانیستن که ببینیم که اگر بعد از اینکه بخری مشکلات اقتصادی یا مشکلات جنگی اینا از افغانستان کم شد ما چطور بتانیم که این پروسه را ما به یک پروسه تبدیل کنیم که بتانن ما بتانیم امراشان کمک کنیم که بتانن به پای خود ساده شوند از طریق همین کمک ها تقریبا 700 فامیل بسیار خوب انشالله که در کارهایتان موفق باشین و بازم هموطنان عزیز ما و کسایی که در این راستا به دنبال انجام دادن کار خیر هستن بازم همراه شما همکار باشن در ارتباط با سهولت هایی که برای زنان افغان مقیم استرالیا شما انجام دادین میشه در ارتباط با سهولت هایی که برشان داشتین کارهایتان همراه ما شریک بسازین درست ما قبل که بیشتر گفتم که میتاسیس همین نهاد همیست که ما بتانیم یک پلتفرم باشیم یا یک موومنت باشه که خانمای افغان خصوصا کسایی که از افغانستان البته مثل خودم باره تقریبا یک سالهای بسیار زیاد میشه که از افغانستان دور هستن چطور ما بتانیم اونا را به ارزش های که ما بر ما محترم است و به ما مهم است اونا را چطور بتانیم امروشان امون نزدیک باشن و همچنان درباره افغانستان درباره مسائل خصوصا مسائل صلح هست درباره از اینو چندین پروژه داشتیم که متونستیم همراهی شبکه هایی که در افغانستان که خانما درش فعالیت دارن همراه از ما به تماس باشیم و همچنان کمک های مادی معنوی که دست ما شده که البته ما نمیخوایم که مقدارش یا مثلا زیاد دربارش صحبت کنم که اسم نار بگیرم اونتا در این قسمت پروسی سال اینا امرای خانم ها بسیار زیاد ما کمک میکنیم در افغانستان که اونا بتانن که عوازشان امرای عواز ما اونا یک جای باشن و همین پروژه های دیگه که مثلا ما در استرالیا داشتیم ما تونستیم از طریق اگزیبیشن های آرت که درباره قصه های زن ها قصه های خانم هایی که قصه های شیرنی و تلخی که در زندگی های ما می آیه ایون که در استرالیا هستیم و در ممال کار خارجی هستیم بعض وقتا بعض شرایطی در افغانستان سر ما آمده بوده آمدن ما در استرالیا یا ممال کار خارجی گفته میشه و بعض وقتا ما مشکلاتی در افغانستان داشتیم متاسفانه در استرالیا خودم در میرشته کارا میکنم در مسائل خشونت های فامیلی و خانوادگی بعضی وقتا می مشکلات هم آدمی جمع رو برو میشیم و در قسمت بسیار فعالیت داریم و چطور بتانیم جلوگیری کنیم از مسائل خشونت های فامیلی و خانوادگی و افسدا باشیم رای یکی دیگر در استرالیا و خارج از استرالیا
دولت استرالیا چقدر بر حق حقوق خانمای افغان توجه داره؟ چقدر برابر میدانه حقوقشان را با شهروندان خودشان؟ درست. روژان در این قسمت بسیار زیاد یعنی میتونم در این قسمت بحث کنیم که از طریق مسائل سیاسیش ببینیم، از طریق مسائل اجتماعیش ببینیم اینا. منتها در عام البته به طبقه های مهاجرینی که هستیم، چی افغان باشه چی از دیگه مملکا باشه، البته طلاق میگیرن که خود امو کمیونیتی چقدر فعال است، چقدر میتونه که آواز خود بلند کنه و مشکلات خود روی صحنه بیاره و ادرس کنه به پولیتیشن ها و برای حکومت و سلیاق. ما به این چیزا ضرورت داریم. متاسفانه البته که ما باید تاثیر بگویم که بعضی کمیونیتی ها به شمول افغانای مورد نیاز هستن، کسایی که خصوصا تازه آمدن، هنوز به خودی جرأت ندادن که بتانن چالش کنن، بتانن سوال کنن، بتانن از حق خود دفاع کنن، ولو که در یک ملک بیرونی هستن از افغانستان. چون بعضی وقتا امو کالچورال اسپکت یا مو ارزشایی که ما به مو از یک ملک جنگ زده یا از ملک یک مرد سالاری یا از یک ملکی که مثلا حقوق زن در بسیاری جای پایمال است، و او قسمه به مو اندیشه، به مو فکر میاییم و بسیار وقت میگیره که خانمای افغان از خود بتانن دفاع کنن. دیگه از امون خاطر امی یکی دلائل امی جنبش زنان افغان امیست که ما بتانیم که آواز زنای افغان باشیم، ولو که یک نفر ما استاده شویم در سر استیج و بگیم که این مشکل ماست و یا ای که ای از دستاوردهای ما. چون ما البته متوجه یا مثلا شاهد دستاوردهای زنای افغان در افغانستان و خارج از افغانستان در می 20 سال گذشته بودیم، و وقتی که میبینیم که نال بعض وقتهای خصوصا می شورش اقدمی آخر آمده در مسئل پروسی سالو عسکرای امریکا و استرالیا و اینا که دارن که تصمیم دارن براین، بر ما بسیار زیاد جای تشویش است که ما چطور بتانیم که در این وقتی که ما گفته اگر تا یک حد رسانده بودیم خود که بتانیم درستر و خوبتر و خویتر از یکی دیگه امایت کنیم و آواز یکی دیگه باشیم، در این وقت باز ما پایمال شویم. که خدا نکنه البته، انشالله که ما همراه خانمای افغان در افغانستان و ای جام کوشش میکنیم که خانمای افغان، فامیلایشان، پدرایشان، شوهرشان، برادرشان، اینا همه ایشان امی گپ جدی بگیرن و از حق و حقوق خود دفاع کنن. شما زنده و سلامت باشین بانو مریم زاهد، خانم قهرمانی که به فکر خانمای دیگه هم هستین و فکر مشکلاتشان هستین و پی از این میگنین که مشکلاتشان کم بسازین. انشالله که در کارتان موفق باشین. تشکر از حضورتان و همچنان منتظر خبرهای خوش دیگه هم هستیم از شما که در برنامه بعدی انشالله که همراهی ما شریک بسازین. تشکر آیم. تشکر از این که بر ما دعوت کردین به پروگرامتان. با شما روز خوش همچنان. بخیر باشین. با من خدا. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.